سلام در مورد بورس تحصیلی ویدیوهای متعددی رو ضبط کردم امروز میخوام پنج تا نکته مهم بگم به اضافه یه نکته دیگه که آخر سر میگم و میگم چرا این رو جدا کردم با رعایت کردن این شش تا نکته احتمال گرفتن بورس تحصیلیتون بالاتر میره با ادامه این ویدیو حتما با من همراه باشید نکته اولی که میخوام در موردش صحبت کنم معدل بالا هستش معدل بالا تاثیر بسیار بسیار زیادی تو روند بورس تحصیلی داره خیلی خیلی تأثیر گذاره اگه هنوز دانشجو هستین معدلتون رو بالا نگه دارین یا بالا ببرید اما اگه فارغ و شدین خب طبیعتا کاری نمیشه کرد البته توی SOP میشه تا حدودی این رو توجیه کرد و این رو پوشش داد این پورتفولیوی قوی شما تقریبا مهمترین کمک رو به شما میکنه تو گرفتن پذیرش و بورس تحصیلی بسیار بسیار موثره یعنی اگه شما پورتفولیویی که دارین رو بتونید طوری ارائه بدین که اون قابلیت هنری شما رو اساتید بفهمن تقریبا میتونم بگم که شانستون برای گرفتن پذیرش و بورس تحصیلی بالاتر میره من ویدیوهای متعددی در مورد پورتفولیو گرفتم نکات مهمی رو توی ویدیوهای متعددی در مورد پورتفولیو گفتم میتونید اونا رو تماشا کنید پلیلیست من اینجا گذاشتم اینجا میذارم پلیلیست در مورد تحصیل در خارج که یه عالمه نکات مختلفی هم توش گفتم مورد سوم شاید برای بچه های غیر داشتن مقاله یا کارهای پژوهشی اهمیت داشته باشه آه، که برای هنری ها هم خب تقریبا مهم هستش در موردش صحبت خواهم کرد اما یه نکته مهم که وجود داره یه نکته مهمی که وجود داره و ما میدونیم که میتونه تاثیرگذار گذار باشه اون اینه که شما بتونید قابلیت خودتون رو و فعالیت هایی که دارید تو اون فیلدی که کار کار میکنید رو به اساتید نشون بدین یعنی چی یعنی اینکه شما اگر مثلا میخواین برای آرت ادویکیشن اپلای کنید بعد نشون بدین که تدریس کردید اگر میخوایم برای رشته ای مثل مثلا نقاشی اپلای کنید باید نشون بدین که ورکشاپ برگزار کردین نمایشگاه برگزار کردین کارای این شکلی انجام دادین که تاثیرگذاری بسیار بسیار بالایی داره مورد چهارم که خب خیلی ها درگیرش هستن و در موردش قطعا اطلاع دارن نمره زبان بالا هستش با داشتن نمره زبان بالا شانستون برای گرفتن پذیرش و بورس تحصیلی هم بیشتر میشه هر چقدر بالاتر از اون ریکوارمنت هایی که دانشگاه ها میخوان شما بتونید نمره زبان رای بدین خیلی خیلی برای برای اپلایتون برای خودتون بهتر خواهد شد حتما لطفا این مورد رو در نظر بگیرید و در نهایت مورد پنجمی که میخوام در موردش صحبت کنم توصیه نامه هستش خب بس جای هنری اکثرا با اساتیدی دارن کار میکنن که هنرمندن ایمیل دانشگاهی ندارن اینکه درجه استاد در چه حدیه و بعضی موقع حتی خود اون ایمیل دانشگاهی بیشتر از اینکه داشته باشه نداشته باشن،, باشن اهمیت پیدا کنه اون خود متن توصیه نامه هستش که مهمه البته البته در مورد توصیه نامه داشتن ایمیل که اهمیت خودش رو داره من قبلا ویدیویی گرفتم اینجا میذارم حتما این ویدیو رو تماشا کنید. اما مورد شیشومی که من گفتم میخوام در موردش صحبت کنم یعنی اون مورد پنج به اضافه یک موردیه که مختص امریکاست یعنی بچههایی که دارن امریکا اپلای میکنن به این مورد ششم دقت کنن تقریبا میتونم بگم در کنار این پنج تا مورد این مورد ششم خودش به گرفتن بورس تحصیلی کمک وحشتناکی میکنه اونم مکاتبه کردنه بچه های دکترا تکلیفشون مشخصه لیسانس هم که میدونیم مکاتبه نیاز نداره اما بچه های ارشدی که دارن برای امریکا اپلای میکنن اگر بتونن مکاتبه کنن و تو مکاتبه، مکاتباتشون اساتید رو قانع کنن برای اینکه به شما پذیرش و بورس تحصیلی بدن شانستون برای دریافت بورس تحصیلی بسیار بسیار بالا میره اینو من تاکید میکنم بچه‌ای که کار منتورینگشون من انجام دادم اونایی که مکاتبه کردن تونستن پذیرش بورس تحصیلی رو بگیرن یعنی انقدری مکاتبات تو مقطع ارشد برای بچه هنر تو آمریکا موثره که شانس دریافت بورس تحصیلی رو تقریبا 100 برابر میکنه یعنی شما همینجوری بری ایمیل بزن... همینجوری بری اپلای کنی ممکنه یه پذیرشی با یه بورس تحصیلی حالا بگیری اما خب احتمال بورس تحصیلی پایینتره چون اپلای کردی هم, هم دارن اپلای میکنن اما وقتی مکاتبه کرده باشی و اون ذهنیت رو در مورد شما داشته باشن احتمال گرفتن بورس تحصیلی بسیار بسیار بالاتر میره خب پس من یه مروری کنم این شیشتا مورد رو معدل بالا که گفتم خیلی موثره خیلی تأثیر گذاره پورتفولیو قوی که تقریبا مهمترین چیزیه که بچه های هنر باید رایت کنن داشتن فعالیت های مرتبط که همه در موردش میدونن به خصوص بچایی که حالا تدریس کردن یا ورکشاپ برگزار کردن تاثیرگذاری بالاتری داره این قضیه معدل بالا که میتونه خیلی 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 کمک کنه به شما و داشتن توصیه نامی قوی این 5 برای همه بچه ها برای بچههایی که دارن آمریکا اپلای میکنن مکاتبه کردن با اساتید تاثیرگذاری بسیار بالایی داره اینم رایت این شیشتا تا نکته بود که من سری گفتم تا یه مروری هم بشه من تجربه کمی بر توی گرفتن ویدیو توی محیط بیرون دارم قبلا تو استودیو میگرفتم همه ویدیو قبلی من اگه دیده باشین ویدیو مثلا پارسالم خب شرایط خیلی خواستر داره اما ترجیح دادم که از یه تایمی به بعد جدیدن بیام و تو بیرون ویدیو بگیرم خب ممکنه مشکلات زیادی داشته باشن چون دیگه تنها هم هستم با تیم کار نمی کنم ممکنه صدا مسئله ایجاد بشه خود تصویر نور یا هر چیزی این شکلی با این وجود امیدوارم دوست داشته باشین تا تجربه دست بیارم ممکنه یه ذره طول بکشه اگر ویدیو من رو دوست داشتین با دوستاتون که دارن اپلای میکنن به اشتراک بذارید لطفا و در نهایت اینکه کانال منو سابسکرایب کنید اگه هنوز سابسکرایب نکردید امیدوارم کیفیت ویدیوهای بعدیم بهتر هم بشه تا ویدیو بعدی خداحافظی شما